سلام و درود بر دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حسب امری که دوستان که خواسته بودن من یه نگاه در واقع اجمالی به اپل بکنم، ببینم شرایط صعود داره یا احتمال این که یه در واقع ریزش مختصری رو تجربه کنه و بعد بخواد پول بک برکاتی رو در واقع تشکیل بده، خواستم با هم یه بررسی بکنیم. برای این کار من اول اومدم تو چارت 4 ساعته اون، خواستم ببینم آیا هیچ شرایطی رو میبینم که در واقع ریزش داشته باشه یا مثلا بیاد واگرایی رو نشون بده یا نه. دیدم واگرایی رو ما اینجا نمیبینیم. واگرایی رو اگر اطلاع داشته باشه یعنی اینی که بین در واقع تغییرات قیمت و در واقع RSI ما بخوایم تغییراتی داشته باشیم که اینجا چنین چیزی رو ما در واقع نمیبینیم و ظاهرا روند سودی خواهد بود. خطوط در واقع مبربی که دیدید کشیدم به صورت خدشین ساپورت و رزیستنس هایی هستش که میتونه بسیار بسیار حائز اهمیت باشه، به خصوص این ساپورت رزیستنس اولی که زیر پای قیمت هستش. اگر نگاه بکنید یه بار اینجا دفعات این واکنش روش بوده و این واکنش ها میتونه به اصطلاح بسیار حائز اهمیت باشه. اینجا بوده، اینجا هم بوده. خب عرضم خدمت شما که شرایطی که باید بررسی بکنیم با هم میخوام که شما مد نظر داشته باشید. من اومدم در واقع نگاه کردم ببینم شرایط RSI به تغییرات قیمت چگونه بوده. در تایم در واقع 4 ساعته که داریم نگاه میکنیم، اگر نگاه بکنید اینجا ما گاهن توالی اشباع خرید داشتیم، به خصوص اینجا، یعنی به معنی که ما ناحیه اشباع خرید داشتیم اینجا بوده و اگر بخوایم معادلش رو بگیریم تقریبا حالا اینجا میشه، ولی میبینید که باز هم کلی صعود رو تجربه کردیم بعد از اون و حتی در این قسمت ما توالی اشباع خرید داشتیم که اولینش در واقع میتونسته اینجا باشه و باز هم ادامه رشد رو داشتیم و بعد یک اصلاح داشتیم و در واقع باز هم ادامه رشد رو داشتیم، ولی این توالی در واقع خرید زمانی که در واقع RSI اومده از خط 50 ما به سمت پایین شکست خورده، مثل اینجا، بزنم با یه رنگ دیگه مشخص بکنم، مثل اینجا ما یک دوره کوتاهی رو داشتیم که نزول داشتیم و حتی تو این نوسانات اینجا ببینید اینها زیر 50 اومدن و این مسئله رقم خورده، اینجا زیر 50 اومده رقم خورده، در واقع اصلاح ما شکل گرفته و این ناحیه هم که کلی توالی در واقع اشباع فروش داشتیم ما. همینطور در قبل هر زمانی که این از 50 اومده پایین تر ما یک روند نزولی رو تجربه کردیم و قبل از اون چیزی که الان اتفاق افتاده، اگر نگاه بکنید از 50 اومده پایین و عدد 48-23 رو نشون میده، اینجا رو دارم عرض میکنم. این برای ما خیلی حائز اهمیته که این الان زیر 50 هستش و عدد 48 رو داره نشون میده. خب چه اتفاقی افتاده؟ عمدتاً این اومده یا نزدیک شده یا خط 30 رو تاچ کرده. خب ما این مقدار فاصله رو داریم که بخواد تو حالا این تایم 4 ساعت است بیاد این خط رو تاچ بکنه. باید ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اول جایی که باید حواسمون رو جمع بکنیم همین خط در واقع داینامیک حمایت مقاومت هستش، ببینیم آیا شرایطی رو به ما میده که بخواد در واقع مارکت برگشت پذیر باشه به سمت بالا یا خیر. این بسیار بسیار حائز اهمیته. پس این احتمال که تا این ناحیه برگرده یا تا نزدیک این ناحیه برگرده بسیار زیاده، باید شرایط در واقع RSI رو هم مد نظر قرار داد. خب من میخوام برم حالا در تایم روزانه و ببینیم اونجا شرایط چگونه هستش. پس ما اینجا عملا واگرایی ندیدیم، فقط چیزی که هستش این هستش که RSI اومده زیر خط 50 و این میتونه یک سیگنال برای ریزش باشه، برای اینکه به یک در واقع کانال و سقف کانال بسیار قوی خورده که یه بار، دو بار، سه بار و الان 4 بار در واقع، حتی اگه اینم بخوایم دو بار در نظر بگیریم 4-5 بار اقلا این سقف تاچ شده و واکنش هایی رو داشتیم. خب حالا اینی که این واکنش ها رفت و برگشتی باشن یا ریزشی باشن میتونه برای ما حائز اهمیت باشه. بریم تو تایم روزانه ببینیم اونجا چیز خاصی دستگیرمون میشه یا خیر. اندکی صبور باشید تا این در واقع خودش رو پیدا بکنه. در تایم روزانه
بالاترین کندلی که اینجا داریم که در واقع بخوایم یک ABC رو ترسیم بکنیم به این صورت هستش. ببینید یک ABC به این صورت اومده بالا، اومده پایین و بعد داره میره بالا تا اینجا اومده. اینجا منظورم هستش. حالا این زمانی که برگرده پایین، بالاترین نقطه‌ای که کلوز ثبت شده بسیار بسیار حائز اهمیت هستش که ما اونو در بیاریم ببینیم چنده. اگر نگاه بکنیم میبینیم که این کندل اینجا هستش، همون کندلی که راست رو بخواید شبیهش بسیار شبیهش تو 4 ساعت هم داشتیم، ولی چون این قانون مال روزانه هستش من ازش عبور کردم، حالا اینجا داریم بهش میرسیم. این کندل هستش که کلوزش رو 155.33 داره به ما میده. پس عدد 155.33 خیلی حائز اهمیت میتونه باشه برای ما که اگر در واقع کندل روزانه ما اومد زیر این در واقع عدد بسته شد، اگر اومد زیر این عدد بسته شد، اینجا میتونه این نوید رو بده که در واقع قیمت میتونه به در واقع ساپورت رزیستنس های بعدی هم تنزل پیدا بکنه و حتی بره کف کانال رو مجددا تاچ بکنه که حالا یه مقدار بعید به نظر میاد. و حتی اگر هم بخواد به اون صورت بره پایین، فکر نکنید که یه تیکه میره پایین، به هر حال رالی هایی رو خواهد داشت و بعد در واقع ادامه خواهد داد، ولی این زیاد محتمل نیست. یعنی فعلا شرط اینجوری این گونه محتمل نیست. مطلب بعدی که میتونه این مسئله رو علاوه بر کاتالیزور خیلی در واقع مورد در واقع حمایت قرار بده یا کم رنگ بکنه این احتمال حتی ریزش و حتی تاچ همین ساپورت و رزیستنس، در واقع صحبت و نظراتی هستش که آقای جرمی پاول فردا بخواد اعلام بکنه که اگر ایشون در واقع اشاره بکنن برای اینکه بخوان ریت کات انجام بدن، عوضی که اون 25 صدومی که گفتن بالا میبریم انجام بدن، ریت کات رو اشاره بکنن که در سال 2023 خواهیم داشت، حتی اگر افزایش در واقع نرخ بهره بدن، چون چنین امید رو در مارکت تزریق میکنن که امسال ما ریت کات خواهیم داشت، حتی 25 سالمی که بعداً اضافه بکنن شاید بارش تقریبا خونسا بشه و از حالا امید و در واقع رشد در مارکت رو بشه به وضوح دید. اگر این صحبت نشه و در واقع با زبان قاطعی بخوان هایکینگ رو دوباره ادامه بدن ها 25 سالم رشد در واقع اشاره بکنن، میتونه مارکت در واقع ریزش خودش رو شروع بکنه و حالا تا کجا میاد پایین والله اعلم، ولی میتونه در واقع این کاتالیزور بسیار بسیار اثرگذار باشه رو کل مارکت. عوامل دیگه هم هستن که حالا من به صورت وایس اشاره کردم توی گروه، ادامه نمیخوام بدم اینجا، ولی شرایط به این گونه هستش. اگر که صحبتی بابت در واقع افزایش نرخ بهره نشه و از اون طرف نسبت به شرایط مارکت گفته بشه که ما میخواییم در واقع نرخ بهره رو شاید کم بکنیم، ببینید از حالت الیوتی بخواید حساب کنید، یک موج 1 و 2 و 3 و 4 ظاهرا 5 شکل گرفته، یه ریز اصلاحی رو ما شاید اینجا داشته باشیم به این صورت و بعد میکشه میره بالا، ما یه پول بک احتیاج داریم اینجا زده بشه. این خط بالایی رو که میبینید روی عدد تقریبا 176-177 ما یه نقطه بسیار در واقع یک لاین بسیار مهم حمایت مقاومتی داریم که به احتمال قوی اپل میره تا اونجا و بعد یک پول بک به این نقطه میزنه و بعد انشالله دوباره روند خودش رو بخواد ادامه بده. باید چه اتفاقی میفته؟ ولی ظاهرا اینجا ما هر جور ما حساب بکنیم یک ABC کوچیک اصلاحی خواهیم داشت. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته. چیز دیگه اینجا به ذهن نمیرسه، شرایط در واقع RSI در روزانه هنوز 55 هستش، یعنی در روزانه شرایط اندکی متفاوت هستش، با این تفاوت که ببینید حتی در این ریز اسلایی که اینجا انجام شده ما قیمتمون، ببخشید قیمتمون ریز اسلا انجام داده، RSI به سختی اومده زیر 50 و بعد برگشته بالا، پول بک زده و بعد رفته بالا. و فقط در اینجا نگاه کنید جایی که علامت گذاری میکنن ما چی داشتیم؟ در واقع ریزش داشتیم، البته روی این یکی ریزش اتفاق افتاده، اینجا نداشتیم اشباع فروش. منظور به این که نمیشه روی روزانه زیاد انتظار داشتش که ما بیایم زیر عدد 50 رو تجربه کنیم، ولی توی 4 ساعته
این وضوح بیشتری داشت و نشون از این داشتش که ما بالاخره رفت و برگشت حتی اگر باشه تا این خط در واقع داینامیک اسلایدی رو خواهیم داشت. این خط چنده؟ شانس عدد 157 رو در نظر بگیر، شاید خود منطقی تر باشه، یعنی یه چیز حدود 160 دلار 80 سنت الان هستش تا 157 156 این احتمال ریزش هستش. این خط داینامیکه، اگه بخوام رو نگاه کنم شاید 155 منطقی تر باشه، ولی اگر بخوایم روی استاتیک حساب بکنیم 157 میشه. خب انشالله که این تحلیلی که از شد خدمتون براتون مفید واقع بشه، انشالله که همیشه پرسود و پرخیر و برکت و سلامت باشید. در پناه حق و خدا نگهدار.